السلام علیکم نگرانان گرامی قدر و مادران عزتمند خواهر و برادران ارجمند، در این برنامه باز شش سایگر یا دوست وقت که اداره آن در دست خودی ماست تقدیم میگردد. نیاگان ما توانستند تمدن جهانی بنیاد گذارند که با سه خصوصیتش اخلاق، انسانگرایی و ربانیت دنیا را مفهوم خود ساختند. السلام علیکم بینندگان گرامی، پدر و مادران عزتمند، خواهر و برادران ارجمند. امروز برای شما فرخوندگان دوام موضوع گذشته را که 24 زایگری وقت عنوان داشت بیان می‌داریم. در این برنامه باز شش زایگر یا دزد وقت که اداره آن در دست خود ماست تقدیم می‌گردد. از روی ترتیب از 13 تا 18 کشنده وقت توضیح می‌یابد. چه زیباست که ابیات لایق سرآغاز صحبت من باشد. روزها می گذرند، روزها از سر ما، از دل ما می گذرند. گر ستاندن نتوانیم حق خویش ز وقت، روزها هر یک چون قاتل ما می گذرند. 13 زایگری وقت رعایت نکردن اولویت هاست. از روی قانون اولویت نباید امر غیر مهم را از مهم و مهم را از مهمتر مقدم دانست. اولویت چیست؟ اولویت یعنی اولا دانستن، مهمتر و مقدم دانستن اجرای یک عمل از عمل دیگر است. هر یک کار را در وقت معین خود اجرا کردن اولاتر است. حق مردم را از حق فرد مقدم دانستن رعایه کردن اولویت است. فرض را از سنت بالا شماریدن رعایه کردن اولویت است. وقت تعطیل از استراحت بهره خوب بردن مهمتر است. عمل خوبتر را از عمل خوب پیش گرفتن رعایه کردن اولویت است. در تجارت مبلغ را به جای صرف کردن که فایده بیشتر می آورد اولویت دارد. در تاریخ بسیار صحبت دانشوران را می خوانیم که شاگردان از استادان می پرسیدند بهترین عمل چیست؟ محبوب ترین عمل چیست؟ آنها می خواستند بهترین و محبوب ترین کارها را دانند و به اجرا رسانند. 14 زایگری وقت بحث و مناظره بی‌فایده و بی نتیجه است. حدیث صحیح را خواندم که پیامبر محمد درود خدا به ایشان باد فرمودند: من کفیل هستم به هدیه خانه در گوشه بهشت به کسی که اگرچه حق باشد هم مناظره را ترک کند. بینندگان عزیز، از کجا می دانیم که بحث و مناظره ما بی‌فایده و بی نتیجه خواهد بود؟ 5 علامت دارد. 1. شخص مقابل اندیشه های شما را گوش کردن نمی خواهد و خود را کاملا حق می داند و کوشش میکند که فکر او را پذیرد. 2. گپ شما را انکار میکند. 3. آوازش را وقت مجادله بلند میکند. 4. یک سخن را چندین بار تکرار مینماید. 5. در رفت گپش درک میکند که او برای دست بالا آمدن در مناظره صحبت میکند، نه برای دریافت حقیقت. 15 زایگری وقت به همتی است.
نیاگان ما توانستن تمدن جهانی بنیاد گذارن که با سه خصوصیتش اخلاق، انسانگرایی و ربانیت دنیا را مفتون خود ساخته بود. آیا می سزد که قضیه زندگی ما میراثبران آن بزرگواران تنها خوردن و نوشیدن و پوشیدن باشد؟ آیا گذشتگانمان ما را می بخشند اگر در ساختن آینده این عالم کنونی که بمانند نور آفتاب تیز ترقی می کند سهمی نداشته باشیم؟ چه بس زیبا مولانا رومی گفته است: مگو صاحب دلان مردند و شهری عشق ویران شد، جهان پر شمس تبریز است کو مرده چو مولانا. اگر همت مولانایی داشته باشیم، قلب مولانایی داشته باشیم، صدها شمس را پیدا خواهیم کرد. ابو ریحان بیرونی را خواندیم که در حالت نزع جان از دوستش ابو حسن علی ابن عیسی در خصوص مسئله فقهی میراث سوال کرد. چون دوستش در تعجب مانده پرسید که مگر در این لحظه ها علم آموختن فایده دارد؟ دوست می‌دارم که همین مسئله را نیز آموخته بعداً به سوی پروردگارم رحلت نمایم. جواب داد ابو ریحان بیرونی. شانزدهم زایگر وقت به هدفی است. زمان اداره کنی وقت معنا پیدا میکند که در زندگی هدفی مشخص داشته باشیم. انسانی که در زندگی اصلا هدف ندارد، اصلا تنظیم وقت برایش مهم نیست. شب کی میخوابد، کی میخیزد برایش مهم نیست. فقط زنده باشد برایش کفایه است. بینندگان عزیز، اگر خواهیم که زندگیمان معنا داشته باشد، هدف داشته باشد، درخشان باشد، هر شب در حالت تنهایی از خود این هفت سوال را پرسیم. یکم، آیا عین حال از خود راضی هستم؟ دویم، تا امروز از خود چه میراث گذاشتم؟ در علم، در صمیمیت، در دوستی، در اخلاق، در ثروت. سیوم، از من امروز کی ها بهره میبرند؟ آیله ام، همشهریانم، هموطنانم، جهانیان. چهارم، چی نقشه باید در زندگی داشته باشم؟ پنجم، آیا وقت هایم برای کارهای با ارزش صرف می شوند؟ ششم، آیا برای 10 سال آیندم دورنما یعنی برنامه دراز مدت دارم؟ هفتم، آیا اگر با خودم بعد 10 سال واخورم از دیدار خود، از وضع خود شاد می شوم؟ هفدهم زایگری وقت ناامیدی است. زندگی نه قصه وحشتناک است که فقط از درد و عذابها عبارت باشد و نه حکایه زیبایی است که تنها خوشبختی و شادمانی را تصویر کند. زندگی آمیخته از این قصه و حکایه است که هم درد دارد و هم لذت، هم کلفت دارد و هم سعادت. شاعر زیبونسا میگوید: ناامید نباید شدن از گردش ایام، هر شام که آید زیپی آن سحری هست. نباید ناامیدی روحی ما را ضعیف سازد و از فعالیت باز دارد. شخصیت های بی‌نظیر و مثل احمد دیدت، ویلیام شکسپیر، توماس ادیسون، استیو جابز، برادران رایت، بیل گیتس، مایکل دل، معلومات پره را در مکتب یا معلومات عالی را در دانشگاه با سببهای گوناگون گرفته نتوانستند. اما ناامید نشدند. همیشه برای کامیابی تلاش کردند که در نتیجه به جهانیان بهترین آثار
کشفیات و اختراعات تقدیم نمودند. 18 زایگری وقت به خود باور نداشتن است. بینندگان عزیز، برای اینکه به لیاقت خود باور کنیم، به موفقیت خود باور کنیم، 4 قاعده طلایی پیشنهاد می‌گردد. 1. مثبت فکر کردن. هر روز باید با خود گوییم: من موفقم، من خوشبختم، من هر روز زیباتر می شوم. 2. مثبت سخن گفتن. با گفتن سخنان شیرین به همدیگر عادت کنیم: شاد باشید، موفق باشید، خوشبخت باشید. 3. آرمان های خود را دقیقاً نوشتن و برای رسیدن به آن در مدت معین تلاش ورزیدن. صاحب شدن به دیپلم عالی یا نامزدی یا دکتری، خریدن خانه در فلان شهر، خریدن اتومبیل مارکه فلان، خانه دار شدن با دختری دلخواسته، تشکیل تجارت، به حج فرستادن پدر و مادر، رسیدن به هدفهای عالیه که داریم. چون این نقشه ها را بروی کاغذ آوردیم، باید مدت رسیدن به هر یک آن را نیز معین کنیم. 4. به خود عهد گذاشتن که در همه صحنه های زندگی بهترین می شویم. بهترین پدر، بهترین مادر، بهترین همسر، بهترین فرزند، بهترین تاجر، بهترین بنده و عموماً در همه میدان ها از بهترین ها. عزیزان، تشکر به شما که چند لحظه اتان را دریغ نداشتید. همین طریق اینجا 6 کشنده وقت بررسی گردید. در آخر گفتنی هم که وقت نعمت است که شکر آن استفاده خوب کردن است و کفران آن بیهوده گذرانیدن است. انسان ها در مناسبت با وقت 2 گروه هستند. 1. قربانیان وقت. این افراد را وقت اداره می کند، اسیران وقتند. 2. قهرمانان وقت. اینها کسانی هستند که وقت را بزرگترین سرمایه زندگی می دانند و به عنوان یک رهبر وقت خود را خوب اداره کرده می توانند. بگذار همه شما بینندگان عزیز قهرمانان وقت باشید. 6 زایه کننده باقی را با خواست خداوند در صحبت نوبتی تقدیم شما خواهیم نمود. خیر، خدا حافظ.